هموطنان عزیز، دوستان و پشتیبانان مقاومت، یاران شورشگر، درود و تبریک به شما که بر سر موضع و عهد و پیمان با شهیدان سربدار و راه و رسم سازمان و آرمان و راهبر آن همواره آماده و حاضر هستید. بر سر موضع جنگ و ایستادگی در برابر هر آن که بخواهد خون مجاهدین و جنبش دادخواهی آنها را پایمال و به سود جلاد و دشخیم مصادره کند. به راستی آنچه در یک سال گذشته در این راستا انجام دادید خود حماسه‌ای پرخروش و جداگانه است. عزمتان استوار و رزمتان در نبرد با رژیم آخوندی همیشه پایدار. قضایی سوئد بعد از قریب 3 سال رأی خود را صادر کرد و یک دشخیم، تأکید میکنم فقط یک دشخیم، از دست اندرکاران نسل کشی و جنایت علیه بشریت و قتله سربداران 67 رو به حبس ابد محکوم کرد. این البته مغتنم است و نتیجه مجاهدت و جوش و خروش شما جای تبریک دارد، اما دادخواهی تمام عیار وقتی محقق می شود که مسئولان و آمران و عاملان از خامنه‌ای و رئیسی و نیری و اژه‌ای تا سایرین در دادگاه‌های مردم ایران محاکمه شوند، همراه با شاگرد جلادان و مزدورانی که عفو بین‌الملل هم در گزارش خود موضوع همکاری اونها رو ثبت کرده. هیئت مرگ مجاهدان زندانی رو با این سوال‌ها مواجه می‌کرد که آیا حاضرید مجاهدین و رهبران آن را محکوم کنید؟ آیا آماده اید برای جنگیدن با مجاهدین به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ملحق شوید؟ آیا حاضرید در مورد رفقای سابقتان جاسوسی کنید و با ماموران اطلاعاتی همکاری کنید؟ آیا حاضرید عضو جوخه‌های اعدام شوید؟ آیا حاضرید یک مجاهد را دار بزنید؟ بله، در دادخواهی بزرگ مردم ایران وقتی که رژیم آخوندی به دست توانای مردم و مقاومت سرنگون شود، اسرار بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی در تاریخ معاصر فاش می شود. به خصوص سوالاتی که مسعود در 23 بهمن 1374 به گزارشگر حقوق بشر ملل متحد نوشت. آمار دقیق زندانیان سیاسی اعدام شده در جریان قتل عام و قبل و بعد از آن چقدر است؟ اجساد در کجا دفن شدند؟ گورهای جمعی در کجا هستند؟ تعداد اعدام شدگان کمتر از 18 سال چند نفر است؟ تعداد زنان به ویژه دختران نوباوه چطور؟ و آمار و آدرس زندان‌های رسمی و غیر رسمی و خانه‌های امن اطلاعات و سپاه و انتظامی؟ شما اشرف نشان‌ها، شما یاران شورشگر در این سال‌ها و این ماه‌ها نشان دادید که برای تحقق چنین روز بزرگی همراه و همصدا با کانون‌های شورشی سر از پا نمی‌شناسید و هر بهایی را که لازم باشد می‌پردازید. دوستان و برادران و خواهران عزیز، ماجرای قتل عام، ماجرای رویاروی یک رژیم ضد بشری با تنها تهدید موجودیت خودش یعنی سازمان مجاهدین،
فتوای خمینی برای قتل عام هنوز هم ملاک عمل رژیم در روی کرد با مجاهدین و مقاومت قلب و قمع فیزیکی سیاسی و ایدئولوژیک مجاهدین از همون سال اول این نظام منحوس ولایت فقیه دستور کار این رژیم بوده. این حقیقت رو اخیراً آخوند سردشخیم حسین علی نیری رئیس هیئت مرگ در تهران به صراحت عنوان کرد که اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم، شاید اصلا نظام نمی ماند. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. اون استیصال رژیم در برابر زندانیان سر موضع رو نیز برملا کرد و گفت آنها انسجام خودشان را داشتند، نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راه‌هایی که می‌دانستند از بیرون اطلاعات کسب می‌کردند. جو زندان دستشان بود، یعنی عناد خودشان را می‌خواستند ادامه بدهند. این هیولای قتل و جنایت به همان حقیقتی اذعان می‌کنه که شاهدان و شاکیان این دادگاه از قهرمانی‌های مجاهدین سر موزه گفتند.